سلام، توی این آموزش میخوایم یاد بگیریم که چطور در نرم افزار پریمیر بتونیم یک ماسک دایره‌ای یا مربعی کامل درست کنیم. علتی که از واژه کامل استفاده میکنم اینه بعد از اینکه شما عکس یا ویدیویی رو در قاب حالا یا 9 به 16 یا 16 به 9 که در این مثال ما 9 به 16 نسبت طول به عرض، بعد از اینکه میارید اگه تو خود اوپاسیتی دوستان دقت بکنن، بیم از این دکمه کریت الیپس ماسک استفاده کنیم، با توجه به سایز کار ما خودش میاد یه چنین اندازه ای رو براش در نظر میگیره. حالا من اینو کنترل زد میزنم. اگه بیام من یک سکانس جدیدی اینجا ایجاد بکنم که در این سکانس ما ابعاد 19-20-80 داشته باشیم و همون 30 فریمی، به این قسمت دقت کنید، این میشه کار ما. دوباره این عکس رو من بگیرم و بیارم روی کار، همین رو من الان بیام نستش بکنم، رولای نصف شده بیام مسکر ایجاد بکنم، میبینید که باز هم ابعادش تغییر کرد. الان به این مسک جدید ساخته شده ما هم باز نمیشه گفت یک مسک دایره‌ای، این یک مقدار کشیدگی داره. گاهی پیش میاد ما بخوایم مسک دایره‌ای داشته باشیم که یک مقدار سخته تو پریمیر بخوایم این رو دوباره خودمون اصلاح بکنیم. من تو این آموزش پریستی رو در اختیارتون قرار میدم که این پریست وابسته به ابعادی که شما دارید، یعنی یا 9 به 16 یا 16 به 9 میتونه برای شما مسکای مربعی یا دایره ای ایجاد بکنه. دوباره برگردیم رو همین مثال قبلیمون، این ابعاد کار ما 9 در 16، من میگم ماسک دایره ای. ببینید ماسک دایره ای من اینجا ساخته شد. کافیه که بیام رو خود ماسک پس بمونم، دکمه شیفت رو نگه دارم، ببین فلش دو جهته به من میده، اون وقت میتونم این رو بگیرم و در اندازه ای که میخوام بزرگ بکنم. الان این یک ماسک دایره ای کامل هستش، یعنی که میتونم این رو دوباره دیلیتش بکنم، بیام از ماسک مربعی استفاده بکنم به این شکل، یا میتونم بیام تو این یه دونه سکانسم، اما اینجا باید 16 به 9 رو انتخاب بکنم. اگر تو این کار من مد نظرم یک ماسک دایره‌ای، باید حتما اون نسبت طول عرضش رو رعایت بکنم، اون وقت میام این ماسک دایره‌ای رو اینجا اعمال میکنم، همونطور که میبینید کاملا دایره‌اش درست و کامله، یا اینکه به شکل مربعی. این هم از این. امیدوارم دوستان الان کاملا متوجه ساختار ایجاد یک ماسک در ابعاد منظم. حالا علت این تغییر ابعاد مطابق اوایل آموزش احتمالاً دیگه تا الان متوجه شدید، اینه که نسبت طول عرض تصویرشون تغییر میکنه. پریمیر با توجه به نسبت طول عرض میاد یک ماسک دایره‌ای یا یک ماسک مربعی ایجاد میکنه. خب ما بریم یک سکانس دیگه هم ایجاد بکنیم. این سکانس رو ما کلا ابعادش رو میدیم 1080 در 1080، اوکی میزنیم. این بار ما یک کالر مت ایجاد میکنیم، یه خورده اینو کوچیک‌تر میکنم که دوستان متوجه بشن که سایز کار ما الان یک مربع، یک کالرمت مربعی هم اینجا داریم. اگر من الان بیام رو این کار یه دونه اینو بزنم، ماسکی که ایجاد میکنه کاملا یک ماسک درستیه، چون با توجه به نسبت طول عرض اومد این رو برای من یک ماسک کاملا مربعی ایجاد کرد. اما وقتی میام از ماسک الیپس استفاده میکنم، کاملا برای من یک بیزی ایجاد میکنه، در حالی که تو حالت قبل مربع ایجاد کرده بود. برای اینکه ما بتونیم بفهمیم که آیا مربعش واقعا پرفکته، میتونیم اینجا بیایم بهش یک بزرگ بکنیم، ببینیم که کاملا ابعادش داره به کنج تا کنج میچسبه. پس مربع رو درست برای ما ساخت. اما وقتی صحبت از ماسک دایره ای میشه، میبینیم که دوباره اومد ترتیبش رو خراب کرد. ممکنه این موضوع در گام اول خیلی به کارتون نیاد، یا خیلی فکر نکنید که چقدر میتونه کمکتون بکنه، اما بچه هایی که موقعی ساخت ماسک به این مشکل خوردن که خب ما توی افتر افکتس خیلی راحت تر میتونیم این کارو بکنیم، ولی وقتی تو پریمیر ما ماسک رو میزنیم، خود به خود میاد برای ما یک ماسک ایجاد میکنه و نمیذاره ما خودمون رو رسم بکنیم. اما در افتر افکتس ما این امکان رو داریم که ماسک رو انتخاب بکنیم که اول تایپش چی باشه و بعد شروع بکنیم به رسم کردن، که با دکمه های Alt و Shift میتونیم اون رو از طریق سنتر و با ابعاد منظم اون رو بزرگش بکنیم، یعنی کاملا میتونیم یک دایره یا یک مربع کامل رسم بکنیم. ولی این موضوع توی پریمیر نیست. کلا کار با ماسک یک مقدار در پریمیر دشوارتر از افتر افکتسه، و من همیشه به بچهای دوران پیشنهاد دادم که اگر کارتون با ماسک زیاده و مخصوصا ماسکینگ فریم بای فریم، به هیچ عنوان این کارو سعی نکنید در پریمیر انجام بدید، چون در پریمیر یه مقدار دست پاتون بسته است توسط این قضیه ها و یه مقدار اذیت میشید. سعی کنید اینجور چیزایی که خیلی ماسک های طولانی یا فریم فریم بخواید بذارید، حتما تو افتر افکتس انجام بدید. البته ما تو افتر افکتس یکی از آموزش‌هامون به نام ویرایش ماسک ترک شده هم داریم که خیلی اونجا کمک میکنه که بتونید ماسک های ترک شده تون رو هم حتی یکی از ورتیسس هاشو بتونید کنترل بکنید، جابجا بکنید. و وقتی اون دانش رو دارید، وقتی نگاه به این موضوع میکنید که حتی نمیتونید یک ماسک سالم رو تو پریمیر درست انجام بدید، به این نتیجه میرسید که برای یه سری کارها واقعا باید رفت سمت افتر افکتس. و هرگز به این فکر نکنید که من پریمیر بلدم چون 4
4 تا کات میتونم بزنم و یه ادجاستمنت و یه دو تا افکت رنگی و کنترل ام و رندر، پس دیگه تموم شد، من تدوینگرم. پریمیر 20% راه ویدیو سازی شماست. هرگز به یک سواد 20% اکتفا نکنید. در دوره افتر افکتس ما ماجرا به این شکلی که شما 25% باقی ماجرا رو یاد میگیرید، تازه پریمیر افتر افکت میشه 45%، و تا افکت ها و پلاگیناشو ندونید هرگز حتی به نیمه راه ویدیو سازیتون هم نزدیک هم نخواهید شد. در دوره فول پک ما مطمئن باشید اتفاقایی که برای بچه‌ها داره میفته شما رو به معنای واقعی کلمه به اون عدد و رقمی که ما میگیم درصد بالای 80% میرسونه. حالا اینکه چقدر آموزش‌ها رو بیشتر ببینید کاملا میتونیم با اطمینان بگیم که شما رو به 100% این مسیر میرسونیم. امیدوارم که تو دوره فول پک ببینمتون عزیزان من. من سهیل شریفی هستم و ممنون که تا پایان این آموزش همراه من بودید، و اگر از این آموزش خوشتون اومد یا به کارتون اومد حتما برای خودتون سیوش کنید یا برای دوستانتون هم ارسال کنید. روز شبتون هم خوش و خدا نگهدار.